واقعا بازی فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیاتی سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. این نمود بازی زیبا در تاجیکستان ما از محبوب‌ترین و دوست‌داشته‌ترین عنوان شده است و البته تشبث نوبتی کشور ما جهت رسما اعتراف شدن روز جهانی فوتبال بار دیگر جامعه جهانی را هشدار می‌نماید که فوتبال از زمان پیدایش تا کنون یک وظیفه و یک هدف دارد که آن هم به هم آوردن انسان ها میباشد. در جهان معاصر فوتبال همچون رقم یک ورزش اعتراف شده است، زیرا بازی سرمخلص‌ترین و دوست‌داشته‌ترین نوع با کلی سیاره است. تنها یک بازی آن با ورزشگاه تا 100 هزار نفر را جلب می‌سازد و برحق فوتبال را وسیله متحد کننده قوی گردانیدن رابطه دوستی ملت ها عنوان نمودند. فوتبال در بعضی کشورها همچون ورزش معروف است، ولی آن تنها یک بازی نیست. این نمود ورزش یک پدیده فرهنگی عمومی جهانی است که مرزهای ملی، مانع‌های زبانی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی را عبور می‌کند. این یک ورزش است که جهان را متحد می‌سازد و با زبان اونیورسالی سخن می‌گوید که به همگان معلوم است، یعنی از کوچه‌های پر از مخلص شهرهای بزرگ سر کرده تا دهه‌های دوردست‌ترین جهان فوتبال را می‌شناسند و بازی می‌کنند. با در نظر داشت این، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اولین بار 10 فوریه سال 2024 با سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال را در سطح جهانی اعتراف نموده، طریق قبول قدنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال رسما اعلان کرده شود. در رابطه با این 7 می سال روان در اسامبله جنرالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه را اوید به اعلان نمودن روز جهانی فوتبال قبول نمود که با جز از تاجیکستان دو دولت دیگر از جمله بحرین و لیبیا نیز آن را دستگیری کردند. در قدنامه مذکور اهمیت در روحیه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحمل پذیری و به هیچ گونه تبعیض گذراندن چورابینی های بزرگ ورزشی تاکید شده است. همین طریق جامعه جهانی تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی را درباره روز 25 می را اعلان نمودن روز جهانی فوتبال یک دلونه پذیرفت. این رویدادی خیلی بزرگ می باشد، زیرا بینید که پیش از همه این بار دیگر ثابت ساخت که ملت ما، دولت ما، کشور ما یک دولت تشبثکار، سازنده و بنیادگذار، احیا کننده. بار دیگر این قبول گردیدن این قطعنامه ما را به جهانیان به همین ترتیب معرفی میکند. شباهت از آن میدهد که دولت ما، کشور ما، مردم ما یک مردمی تشبثکار و سازنده است. هدف ما هدف سولپرورانه است. هدف ما هدف سازندگی و آبادی نه تنها که تاجیکستان و تمام سیاره دنیا می باشد. این به هم آوردن مردم است. به هم آوردن و آشنا ساختن مردمی تمام جهان است. از این رو به این نمود سپورت تمام مردم دنیا رو آورده است. چون که در اینجا دوستی است، رفاقت است، همدیگر فهمی است، همگرایی است. مسلم است که ورزش در حیات انسانیت از جمله بهترین راه‌های بهداشت سلامتی و پیشبرد طرز حیات سالم، اینچنین وسیله مهمترین پیوند خلق و ملت‌های گوناگون به شمار می‌رود. مردمان سیاره زمین بیشتر از 150 سال است که به فوتبال مشغولند و این بازی از زمان پیدایش تا کنون یک وظیفه و یک هدف دارد که آن به هم آوردن انسان ها می باشد. امروز حتی در خورترین مملکت عالم آدمان با فوتبال بازی مشغولند. یعنی فوتبال همچون محصول ایجاد تفکر انسانی از یک بازی عادی به عامل پیوندگر انسانیت تبدیل یافته است. در دایره عملگردانی این روز ما می دانیم که در آینده مین بعد این روز به یک جشنواره بزرگ جهانی تبدیل می گردد و این روز از 25 می سال جاری شروع شده دیگر در تمام دنیا همه ساله همچون روز عمومی جهانی فوتبال که اون را خیلی هم خوشبختانه است، خرسندی بخش است که پیشنهادی رهبری ما می باشد و این
در دنیا با طور واسه تجلیل کرده می شود. خورترین چورابینیه که با خاطر پیشرفت فوتبال در دل خو موضع، مکان، شهر، ناحیه، کشور گذرانیده می شود، این به واسطه به رشد و انکشاف فوتبال یا که ورزش این یک تاثیر خود را میگذراند. و ببینید که این تجلیل روز جهانی فوتبال اعلان گردیدن سنه 25 می با قرار با قطعنامه سازمان ملل متحد، این کاری اندک یا که سخنی اندک نیست و این در دنیا جشن گرفته می شود. تا همین روزی که اقدامی که از طرف رئیس محترم رستم امامعلی پیشنهاد شد، روزی فوتبال در تقویم نبود. این یک اقدامی نیکی است و این از آن گواهی می دهد که فوتبال هم یک سمتی پیشرفته دنیا است، سمتی که تمام مردم دنیا را به هم یورد، هم دوستی و هم رفاقت، هم رقابت، همش در اینجا سرجام است. برای من فکر میکنم که برای رفتی پیشرفتی فوتبال خیلی هم تاثیر کلان باشد و ما امید داریم که در آینده نزدیک فوتبال تاجیک با به دست آوردهای کلانی در عرصه بین المللی نایل می شود. خوشبختانه در قلمرو تاجیکستان هم فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش به حساب رفته، در میان اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد را کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمودی ورزش تمام امکانیت‌ها را پیاده گردانیده است. از جانب حکومت کشور، قبول برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان که در طرح نو تهیه و تصدیق گردیده است، می‌تواند در بلند برداشتن مقام فوتبال تاجیک باز هم نقش مؤثر گذارد. زیرا در دایره این برنامه مهیا ساختن شرایط برای مشغول شدن به فوتبال با طلبات های بین المللی، مطابق گردانیدن انشاءات های مربوطی ساحه، پیدا نمودن استعداد های نو در بین نورسان و جوانان، گذاشتن زمینه برای رشد فوتبال کسبی و مکمل گردانی فعالیت مربیان و داوران این نمود ورزش در نظر داشته شده است. البته برای پیشرفت فوتبال وطنی، اینچنین برای پیشرفت فوتبال کودکان نورسان یک سهم ارزنده خود را دارد. باید یادآور شویم که طبق نقشه کاری لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان، سنه 25 می سال جاری در تمام شهر و ناحیه‌های کشور فستیوال ها، یعنی فستیوال فوتبال به نظر شما می آید، بخشیده به روز جهانی فوتبال برگزار می گردد. در شهر بختر، شهر کلوب، شهر تورسونزاده، ناحیه اشت، شهر خوجند، ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد، شهر خروخ، ناحیه مرغاب، اینچنین در شهر دوشنبه که با اشتراک 600 نفر کودک به نقشه گرفته ایم برگزار می گردد. و ما باوری کامل داریم که اعلان گردن روز جهانی فوتبال برای یک پیشرفت، یک رشد فوتبال یک سهم خود را میگذارد، چون که نتیجه هایی که دسته منتخب کشور امسال در جام آسیا نشان دادند و اینچنین دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در جام آسیا برآمد خوب کردند و راحت به جام جهان گرفتند، این گواهی از آن میدهد که فوتبال تاجیک در روی رشد است و ما میتوانیم سالهای نزدیک نیست در دسته منتخب کشور ما در جام جهان که برنامه آرزو 2026 هست به این مقصد رسیم. یعنی ما خیلی خوشحالیم که اکنون در روز 25 می ما جهانی شوی فوتبال رو جشن میگیریم و وعده میتیم که در آینده پرچم برداری وطن میشیم. اصلا انکشاف فوتبال از فوتبال کودکانه سرچشمه میگیرد. به عبارت دیگر فوتبال کودکانه تهکرسی آن میباشد. در کشورمون یک زمره مکتب‌های ورزشی از روی این نمود بازی فعالیت داشته، در تربیه و آماده کردن بازینگران لیاقتمند سهمی مناسب گذاشتند. همزمان برای رشد فوتبال تأسیس دادن اکادمی‌های فوتبال و کلوب‌ها نیز به میان آمد. با در نظر داشت این شرکت دسته نورسان و جوانان و بزرگسالان کشور در مسابقه‌های منطقوی و بین‌المللی وسعت یافت. واقعاً برای انکشاف دادن و بلند برداشتن سطح فوتبال، قبل از همه باید به آموزش و از خودنمایی طرز و اصولهای نو که امروزها در مملکت‌های ابرقدرت راه‌اندازی کرده شده است توجه خاصه ظاهر کرد. و در نظر داشت این کاری با صلاحیت مکتب‌های ورزشی
ки пурра бо кӯдакону наврасон сару кор мегиранд, метавонад корро дар самти инкишофи футбол дучанд намоянд. Аз он гувоҳӣ медиҳад ки футболи тоҷик дар роҳи дуруст аст. Футболи тоҷик дар ояндаи наздик гувоҳии он аст ки ҳамин дастоварди дастаи мунтахаби мо, дастаи мунтахаби футзали мо ки роҳхат ба чемпионати ҷаҳон гирифтанд, ҳама ин тасдиқи он аст ки футболи тоҷикро ояндаи дурахшон интизор аст. از پرزیدنت فدراسیون فوتبال ما مینادار هستیم که تمام شرایط را برای ما تامین کرده است. فوتبال ورزشی رقم یک است، بنابراین من این ورزش را خیلی دوست می‌دارم. در آینده کوشش می‌کنم که پرچم بردار وطن باشم. در ما کودکان و نورسان لایق‌قدمند و صاحب استعداد زیادند که می‌توان با باوری گفت که آینده درخشان و نامبرداری فوتبال کشور خواهند شد. هدف اصلی مکتب‌های ورزشی اوید به فوتبال نیست، این تربیه و تشکیل و مهیا کردن شرایط برای رشد هنر کودکان در این سمت است. در حال حاضر اکادمی فوتبال نیز تأسیس داده شده است که در آن بازینگران نورس تمرین نموده نازکی‌های این نمودی ورزش را می‌آموزند. بعد از قبول گردن یعنی روز جهانی فوتبال ایران گردن، البته کودکان و نورسان بیشتر با فوتبال یعنی رو می‌آورند، چون که همگان می‌دانیم که لیگ فوتبال کودکان و نورسان همساله فستیوال‌های خود را در تمام مناطق کشور یعنی برگزار می‌گردد. سال گذشته در فستیوال فوتبال با نزد شما می‌آید 30,000 کودک یعنی جلب گردیده بود. و امسال ما نقشه داریم که سانه 25 مه که ما فستیوال ها رو برگزار می نماییم و فستیوال فوتبال به نظر شما می آید نیز در این دایره و بعدا از آن مسابقه ها نیز در دایره فوتبال به نظر شما برگزار می گردد. زیاده از 40,000 کودکان نورس رو جلب نماییم. همچنین باید قید نماییم که لیگ فوتبال کودکان و نورسان همسالا مسابقه های گوناگون رو در سین سال های گوناگون یعنی برگزار می نماید. مسابقه ها بین نورسان تا 12 ساله تا 13 ساله و اینچنین لیگ پیشرفت که بین نورسان تا 14 16 و 18 ساله برگزار می گردد. وابسته این نو وابسته از این نیز در یک جایگی با کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز مسابقه توبی چرمین در 3 سینی سال نیز برگزار می گردد که ما در این مسابقه ها می توانیم خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه کشور را نیز جلب نماییم و اینچنین دسته هایی که راحت به لیگ پیشرفت یعنی نمیگیرند آنها نیز در علایدگی یک مسابقه با نام لیگ امید نیز با اشتراک آنها برگزار میگردد. مینداری خودم اون رو به پرزیدنت فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی میرسانم که با ما همه شرایط های خوب را فراهم آورده است. باید گفت که سری معروفیت فوتبال در سادگی و همگونی بودن آن است که با این میتوان در مکان و زمان مختلف با داشتن تنها توپ بازی نمود. کودکان تمام عالم با یک حس خوشحالی توپ را در صحن میدانهای ورزشی نزد کوچه و خیابانها نوابسته از نمود پوست و یا برآمد اجتماعی به دسته‌های فوتبال تقسیم شده با هم متحد گشته بازی و یا این نوع ورزش رو مخلصی میکنند. یعنی فوتبال کودکان رو در روحیه دوستی، یگانگی، متحدی گروهی هدایت کرده فرهنگ ورزشی و قوای روحیه آزادمندی رو در آنها انکشاف میدهد. جهان که پیشنهاد رهبر ما رو قبول کرده است، البته در مینبت در آینده دایر به این تجلیل بسیار باشکوه این جشن چارابین های مختلف را اندازی می شوند و من باوری دارم که ما و شما در آینده نیز از اشتراکچیان و از تجلیلگران روز جهانی فوتبال می شویم. جای تاکید است که در دوران صاحب استقلالی در هر یک گوشه و کنار مملکت ساختن ورزشگاه و میدانهای فوتبال وسعت تازه را کسب نمود. با بازی فوتبال در برابر دسته‌های حرفه‌ای تعداد تیم‌های هوسکاری نیز بیشتر گردید. علاوه بر این راه‌اندازی مسابقه‌های مختلف هم زیاد شد. شرایط و بهره گذراندن مشق و تمرین هم مساعدت گردید. از جنبه فراغتی و ایجادی بازی فوتبال سر کرده بازیگران به فعالیت جلب کرده می شوند که بر رشد همه جانبه آنها در محیط بی خطر نگرانیده شدند. اینچنین غیر از تمرین در میدان
برای بازیگران درس‌های نظریوی اوید به تاکتیکا و دیگر پهلوهای فوتبال در سیفخانه‌های مخصوص برای مونده شده است که این البته در بلند برداشتن سطح ملکه و مهارت ورزشی آنان مساعدت می‌کند. با در همین روح در همین سن کار رو بسیارتر پرقوت کنیم و دست چهره های نو و فوتبال تاجیک چهره های نو وارد کنیم که این وظیفه و مرامی مقصد مسیح های ما است. فکر میکنم که در این روح ما حرکت میکنیم که با کارهای نیک موفق شیم. در پرتو تشبث‌های نجیب حکومت جمهوری تاجیکستان و مژده نیک سازمان ملل متحد وابسته به جهانی شدن فوتبال که از جانب پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی پیشنهاد گردید که در تاجیکستان صاحب استقلال هم‌آوازی عمیق پیدا نمود. این رویداد فرح‌بخش را در منطقه‌های مختلف کشورمان با دلگرمی استقبال نمودند. باعث خوشنودی و سرفرازی کل ما ساکنان جمهوری تاجیکستان بخصوص شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان است که با پیشنهاد به واسطه رئیس اسوسیاسیون فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی همزمان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی به سازمان ملل متحد صحنه 25 می روز جهانی فوتبال اعلان گردید و این پیشنهاد البته از جانب تمام مسئولین ساحه ورزش از نمود فوتبال جهانی قابل قبول دانسته شد و باوری کامل داریم که پیشنهاد مشکل در رشد به واسطه فوتبال تاجیک سهم خود را خواهد گذاشت. من از جهانشوی فوتبال روز فوتبال به نهایت شدم. من مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان میرسونم. فراهم آوردن شرایط مشق و تمرین، تقویت بخشیدن مشق‌های دست جمعی در خارج مملکت، گذراندن کورس‌های بازآموزی با جلب متخصصان از خارج مملکت، سطح فوتبال تاجیک را بالا بود. خاطرسا می‌نماییم که دسته منتخب فوتبال تاجیکستان پس از اشتراک موفقانه در جام آسیا 2023 در قطر به زینه 99 فهرست فدراسیون فوتبال جهانی برآمد. دسته منتخب تاجیکستان در حسابش 1218 از 189 خال دارد. بین دسته های منتخب کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته منتخب ما در زینه 16 قرار دارد و از روی نتیجه گیری جام آسیا 2023 دسته منتخب تاجیکستان به 8 بهترین دسته های مسابقات وارد گردید. دسته منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ در قسم نهایی جام آسیا اشتراک و به دور چهار یک نهایی مسابقات راه یافته در تاریخ فوتبال تاجیک صفحه نو و شایسته تحسین باز نمود. علاوه بر این تیم ملی تاجیکستان اوید به فوزال در جام آسیا به مرحله نیم نهایی راه یافت و نخستین بار در تاریخ فوتبال میهن روخت جام جهان را صاحب شد که این بار دیگر از رشد فوتبال تاجیک درک می‌دهد. همین طریق با این مناسبت در شهر دوشنبه گذراندن فستیوال و برنامه های فراغتی در نظر داشته شده است. در واقع امروز ها فوتبال با سبک و اسلوب‌های خاص خود در جهان خیلی پیش رفت. از این لحاظ آموختن خصوصیات خاص آن برای رشدیابی فوتبال مساعدت میکند. برگزاری منتظم مسابقه ها برای انکشاف ساحه ورزش، جلب کودکان و نوروزان به تحکیم طرز حیات سالم مساعدت مینماید. خوشبختانه همایش های بزرگ قاروی، جام آسیا میان نوروزان و بزرگسالان فوتبال بازان میهن را متحد نمود و صفحه نو را در تاریخ فوتبال تاجیک در دوران صاحب استقلالی باز نمودند و این هم باشد با شعار معروف و راهگشا روی دست آمد. تاجیکستان با پیش.